بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه، کانون آوا تقدیم میکند طبق معمول هر هفته جمعه ساعت 12 به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا و نیویورک. با دوستان هستیم که اینها عضو سازمان مجاهدین بودن. بعد که سازمان مجاهدین تبدیل به فرقه رجوی شد، اینها یکی یکی جدا شدن. یکی از این افراد که با سابقه هم هستند آقای محمد رزاقی هستند. قبلا هم چندین بار مهمان برنامه ما بودند. از این بابت بسیار ممنون و متشکرم. سلام میکنم خدمتشون، خوش آمد میگم و برنامه امروز رو با هم شروع میکنیم. ویدیوهای قدیمی ایشون یا ویدیوهای برنامه های گذشته ایشون روی یوتیوب هست، روی کانون آوا هست، روی تلویزیون مردم هم هست. آقای رزاقی، من سلام میکنم به شما. نوشتم حاضرید، شما نوشتید من از این کلمه خیلی متنفرم. گفتم باشه، من عوضش میکنم، مینویسم آماده اید. چرا شما از کلمه حاضر متنفرید؟ آقای صاحبی، اول اجازه بدید سلام بکنم به شما و بینندگانتون و به همه هموطنانمون که هر کجا هستن. بفرمایید. راستش یه سری چیزهای هستش، من حالا نمیدونم این هر چه بیشتر جلوتر میرم خودم درونن این احساس به این دست میده که از این چیزا تنفر کنم. مثلا باور کنید این اصلا چیز چه میگن، این که خودم مثلا ترغیب کنم به این نیست، ولی ناخودآگاه اینجوری میشه. چیزایی که توی داخل فرقه رجبی، تشکیلات فرقه رجبی لوس شده، آدم، من خودم اینجوری هم تا جایی که به یه چیزی به تنفر نرسه باش کجدار مریض چیز میکنم، کنار میام، سازم کنار میام. ولی وقتی متنفر بشم، برای این حرف عامیانه است ولی بذار بگم آقای سوربی، خدا هم بیاد قبول نمیکنم. به همین خاطر مثلا این حاضر حاضر که میگی شاید مثلا چیز عجیبی نباشه، ولی از بس مجبور بودیم سوری جلو رجوی، جلو مریم قجر، نمیدونم تو تشکیلات حاضر حاضر اونم با عربده کشی بگیم. من بعض وقتا که توی تلویزیونشون میبینم که یکی اینجوری ادا در میاره یا مثلا افراد مجبور میکنن که این کلمه را بگن، میگم چه بدبختی، این کلمات ای کاش یه چیزی بود که بذاش اصلا از لغتنامه هست میشد، اون کلماتی که رجوی استفاده میکنه. آها، پس این کلمه یادآور اون ایامی هست که شما در سازمان مجاهدین که چه عرض کنم در فرقه رجوی بود. چشم، ما هم سعی میکنیم دیگه از این به بعد از اون استفاده. نه چیزی، من اینو به شما اینجوری گفتم که واقعا اصلا نمیخواستم چیز بکنم. متوجه هم. بله بله. خب آقای نظاره، این یه چیز ناخودآگاه بود که خیلی از جاها مثلا به بعضی هم میگم از این حرفا یا از این کارا متنفرم، از جمله از تشکیلات که عمرم متنفرم. بله متوجه هستم. امروز قرار هست که شما درباره 3 یا 4 موضوع صحبت کنید. پاسخی کوتاه به یاوه های فرقه رجوی در فضای مجازی. بفرمایید نظرتون در این مورد چی هست و پاسخ شما چی هست؟ چند تا عکس فرستادید، هر وقت عکس ها رو گفتید اونها رو ما نشون میدیم. بله آقای سوربی، اون عکس شماره 1 هستش فرستادم. بله. الان فرقه رجبی جرأت نداره که با اسم خودش، با عکس خودش، با چیز رسمی خودش بیاد رو در رو بشه. میره توی اوورسواز، توی خانه های امنی که توی اروپا دارن، با اسامی جعلی میاد زیر مطالب ما اظهار نظر میکنه. از جمله اونجا نوشته، من میدونم که از اوورسواز نوشته شده، نوشته من اینو میشناسم، اولا ترکه. بله بله. خب دیگه اگه کسی از لهجه شما متوجه نشه که آذری هستید و ترک هستید، اون خیلی دیگه باهوشه. بله خب مثلا من اونجا آقای سوربی، من میخوام بگم افتخار میکنم که ترکم. بله. من که پنهان نمیکنم،
من افتخار میکنم که بچه سرالانم. اگه فرقه رجبی مثل تشکیلات، خیلی معذرت خواهم، هر وقت یه اتفاق میفتاد 10 بار تو نشستا به من میگفت ترک خر ترک خر، یا میگفت به رگ ترکی تو افتاده، من همیشه به ترک بودنم افتخار کردم، هیچ وقتم پنهان نکردم. خیلی جاها اینجا از مثلا این بعضی از افرادی هستن که میگن ایرانی ایرانی، میگن من ترکم، ولی از ترک بودم هیچ سرم پایین نیست، بلکه افتخار منه. بله، جالب اینه که اینا تهدید میکنه. اون روز هفته پیش یه دوستی سوال کرد، اتفاق ممنون از آقای کرمی که نوشت بله اینها با وجودی که قول و وعده و وعید دادن به اصطلاح آمریکایی و کشور آلبانی که دست از ترور و تهدید و اینها بردارن، ولی همینجا این آقایی که به نام حسن صابر اسمش هست، معلوم نیست راست یا دروغ، چون اینها وقتی که رهبر قایم شده باشه یا مرده باشه دیگه این بیچاره ها هم زنده هایی هستن که، یعنی مرده هایی هستن که فقط نفس میکشن. ایشون آخرش شما رو تهدید کرده، روز بله. حساب نزدیک است. بله خب، بله اشاره بکنم. بله بفرمایید. بعد نوشته که این سواد نداره، اسم خودشو نمیتونه بنویسه. بله. از یه نظر راست میگه، از یه نظر دروغ میگه. راست میگه. چرا راست میگه؟ رجبی ما را توی اردوگاهی نگه داشت، توی محیط نگه داشت که ما با بیرون ارتباط نداشتیم. علمی ترین وسیله ای که توی چیز استفاده می کردیم توی تعمیرگاه دیلم بود با تایبر و چکش. یه آچار بگز بادی بود تو همه اون قرارگاه، اونم به کسی نمی دادن استفاده کنیم، می گفت که این روز عملیات می خواهم استفاده کنیم. آقای سربی سال 75 این پنج شنبه ها یه فیلم سینمایی سانسور شده نشون میدادن، آوردن کیوی دادن، میوه کیوی. بله، خیلی ها میگفتن که این سیب زمینی چرا دادیم، بعضی ها میگفتن این سیب زمینی مودار جدیده، فکر میکردن مثلا سیب زمینی که آب پز میکنن یا به حساب کبابی میکنن میدن. بله بله، به ولای علی سیب کیوی نمیدونستن چیه، خیلی ها با پوست خوردن، این موهاش رفت تو دهنشون، توف کردن انداختن زمین. ببین ورزش فوتسال توی تهران راه افتاده بود، اونجا ملت نمیدونست که فوتسال چی هستش، یعنی فوتبال همون کلو کوچی خودمون که داخل سالن بازی میشد به اسم فوتسال، افراد اونجا نمیدونستن که فوتسال چی هستش. فیلم تایتانینگ دو ساعت 45 دقیقه، 2 ساعت 50 دقیقه یا 56 دقیقه نشون دادن، طرف بلند شد گفت نفهمیدیم تایتانیک اون دختر بود یا پسر. ببین ما با دنیای بیرون قطع بودیم. راست میگی، من این بارها گفتم، من الان هم میگم و هیچ هم سر این مشکل ندارم، ما 20 سال از جامعه امروز عقبیم. اینکه این اومدیم بیرون یه چیزایی یاد گرفتیم، تلفن یاد گرفتیم، کامپیوتر یاد گرفتیم، چت کردن یاد گرفتیم، اینا یه چیزای خود تلاشای خودمون بوده. تو فرقه رجبی که بهمون یاد ندادن، ما نمی‌دونستیم اونجا کامپیوتر با هول روشن میشه، با برق روشن میشه، با باتری روشن میشه، با چه میگم هندل زدن روشن میشه. کسی که به صورت عمومی به کامپیوتر دسترسی نداشته. اگه ما بی سواد موندیم مقصرش رجبیه، ولی از اون ور میگه که این اسم خودشو نمیتونه بنویسه، میگم که آقای مخ پوسیده. یه حرف منطقی بزنیم که همه قبول کنن، من یه نفر بی سواد، شما رئیس جمهور حسب به دل دارین، کابینه دارین، از این وزیرایی که حسب به دل نشستن، وزیر خارجه و وزیر کار و نمیدونم وزیر صنایع مادران و وزیر بهداشت اینا، همه تون جمع بشین یه این پیشنهاد رد بکنین، معلومه که خیلی دجالی.
همتون جمع بشین، یه طرف منم یه طرف، من بی سواد شما مات کنید. سر همین موضوعات که میخوایم صحبت کنیم با هم صحبت کنیم، ملت قضاوت بکنم که منی که اونجا چیزی یاد نگرفتم، که من داشته های تخصصی ما از ایران یاد گرفتم، از هنرستان درس خوندم، تازه اونجا یادم میدادن. بچه هایی هستن که الان توی جدا شده هستن، به حساب شاگردای من توی کلاس سرویس نگهداری و رانندگی تریلی 24 چرخ بودن، کمرشکن، کامیون. پس این بی سواد اونجا چجوری مربی شده بود؟ پس این بی سواد چجوری اونجا موتور باز میکرد میبست؟ پس این بی سواد اونجا چجوری گزارش مینوشت؟ این سوال خوبیه، چون در رابطه با دوستانی که جدا میشن بلافاصله سازمان مجاهدین مینسه، اینها خائن بودن، مأمور بودن، نفوذی بودن، من میگم خب این چه سازمانیه که هیچ در و دروازه و کنترلی نداشته و این همه نفوذی و مأمور و جاسوس داخلش بوده به همچین سازمان آیا میشه اطمینان کرد؟ بله معذرت بگیرم میرسم، حالا من شما اونو گفتی، من یه چیز دیگه دارم میگم. نوشته لومپنه، لومپنه کمپن نوشته آقای باسوا. اوکی بله، من اول خوندمش کمپین، بعد گفتم نه این منظورش لومپن بوده، نوشته کمپن. بس سازمان مجاهدی نبوده اونجا، اونجا چاله میدان بوده، طرف جدا میشه می نویزم معتاد بوده، مگه اونجا شیره کشخونه بوده؟ به جز رجبی کسی معتاد نبود اونجا، چون ما یه دونه نوشابه اضافه میخوردیم مست میکردیم. آقای رزاقی من از شما خواهش میکنم از این به بعد به آقای رجبی بی احترامی نکنید و هر وقت کلمه رجبی رو میارید بلا فاصله مرحوم رو پشت سرش بگید، به دو دلیل. یکی اگر فوت شده باشه به اصطلاح به مرده ها احترام گذاشتیم، اگه نشده باشه و طبق گفته سازمان مجاهدین این احترامی هست که عربا میذارن، ما اون احترام رو رعایت کنیم. ضمن این که امروز یه فیلمی روی فیسبوک گذاشتم که صحبتهای آقای فیلابی رو نشون میده، و دوستان اگه تا امروز هر کسی شکی داشته که آقای رجوی ممکنه زنده باشه، گریه آقای فیلابی این شک رو از میون میبره و نشون میده که آقای رجوی یا فوت شده و مرحوم، یا این که واقعا یه جوری مصدوم شده که حالا ایرانی ها میگفتیم معلول، اینجا میگن دیسیبل، بعض وقتا حتی کلمه ویجتبل هم ازش استفاده میکنن. ویجتبل یعنی مثل یه کلمی، کاهوی، چیزی افتاده یه کناری، فقط آب با لوله، نون با لوله بهش میدن تا زنده بمونه. در صورت این گریه های آقای فیلابی رو من الان زیر این فیسبوک میذارم، دوستان دقت کنید و از خودتون بپرسید چرا آقای فیلابی که به پهلوان معروفه وقتی اسم رجوی میاد به اصطلاح اینجا میگن چوک، یعنی گریهش میگیره و اشک میریزه. این جواب که بدونید که آقای رجوی مرحوم است، و از شما خواهش میکنم همیشه این کلمه رجوی مرحوم رو بگید تا احترام کامل گذاشتش باشه. بفرمایید. این مرحوم طوری دلی که از اون دنیا هم چت میکنه با اعضاش. بعد آقای سوربی معلوم نیست که همین که شما گفتین کسی که 20 سال 25 سال عمرش اونجا گذرونده یک شبه میشه مأمور وزارت اطلاعات. یعنی رژیم ایران خوشبخت‌ترین رژیم دنیاست که آموزش نداده، خرجی نکرده، به حساب اطلاعاتی بهش نداده، یهو یه مأمور آبپز سرخ شده چاق و چیله رجعی میذاره تو بشقابش که این مأمور وزارت اطلاعاته. یعنی این شده کارخونه تولید وزارت اطلاعات، نیروی وزارت اطلاعات برای یه چیز رژیم ایران، سازمان مجاهد. به زنایی هم که دهن باز میکنن خیلی معذرت میکنم، خیلی معذرت میکنم، نمیدونم انج اخلاقی میزنه، نمیدونم فلان میزنه،
خب اونجا مگه اون یه محله بود تو جنوب تهران، مگه اونجا بوده؟ بالاخره این رجبی اون روح پلیدش که نیومد به ما جواب بده، اما این مریم مجل حداقل جواب بده که بالاخره اونجا سازمان مجاهدین بوده، چاله میدون بوده. والا تو آقای سربی نمیخوام زیاد روی این بحث بکنم، ولی فوشهایی که ما از رجبی شنیدیم، حرفایی که روی سن به اعضای خودش خیلی معذرت میخوام قرمساق و مادر قهبه گفته، زنهاشون بدتر از اونا، یعنی چاله میدون که هیچی گودترین میدون اونجا میتونستی در حضور زنهایی که نمیدونم در بجز مشتبه رجبی هیچ کجا این پیدا نمیشه، هیچ زن خرابی هم همچین حرفایی یعنی به زبان نمیاره که به مردی اینجوری حرف با مرد اینجوری حرف بزنه. ما اونجا شنیدیم و چاله میدان هم خوب میدونیم چی هستش. اگه همه اینا رو جمع کنی، تمامی چاله میدونا رو جمع کنی، به یه چاله میدون رجبی نمیرسه. یعنی شما برید از آمریکا و از هر کجای دنیا فکر میکنید که محلی از که چاله میدون باید بهش بگیم، به یه نشست رجبی نمیرسه. به حرفایی که زنای فرقه رجبی به این مردان میزنن، به زنان میزنن، زیر دستیاشون نمیرسه. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، توی فیلمای پورنو هم همچین کلماتی استفاده نمی کنن که زنی بیاد به مرد اینجوری حرف بزنن. این هم از این، چون زیاد نمیخوام من برم توی چیزی که رجبی میدونی که رجبی درست میکنم اونجا بازی بکنم، بعد خواستم بگم که من بی سواد، منی که نمیتونم اسمم بنویسم، من ترک حاضر هستم بیام در حضور هر کس که خواستی، در هر تلویزیونی، در هر سالونی، در هر شهری، با حضور مریم قجر و کابینه خیالیش و اون نمیدونم وزیر کاری که هستن عباس داوری معروف به جاسوس دوله، یه کارگرم تو ایران اینو نمیشناسه، وزیر خارجش اون مهندسین که یک کیلو پرافین میزنه سرش میاد، یا ابریش همچی شوهر سابق، نمیدونم آقای سربی این چه حکمتیه، ما چه بدبختی داریم. مریم قجر از همه سابقون خوشش میاد، شهردار سابق، نماینده سابق، وزیر سابق، وکیل سابق، شوهر سابق، به جدا شده هایی که میرسه این اعضای سابق میشن. بعد این چه حکمتیه، من هنوز نتونستم فرمولی اینا پیدا بکنم، هر وقت پیدا کردم انشاءالله یک کسی پیدا کرد به ما اطلاع بده. بسیار ممنون از شما. دوستان عزیز، این برنامه ها چون از فیسبوک هم مستقیم پخش میشه، اگه مایل باشید میتونید اونجا سوالاتتون رو مطرح کنید یا نظرات خودتون رو بنویسید. امیدوارم آقای رضاوی بعد از برنامه با شما دوستان روی فیسبوک در تماس باشه. ضمناً من اون ویدیویی رو که گفتم برنامه‌ای بوده که اینها هر ساله نمایشی رو برپا میکنن و در اون نمایش آقای فیلاوی وقتی که اسم مسعود رجبی میاد به اصطلاح عشق میریزه و معلوم میشه که ایشون وجود خارجی ندارد. خب اگه سوالی باشه که مثلا واجب باشه، حتی میتونم برنامه خودم رو چیز بکنم به سوالات پاسخ بدم. من میخونم اگه چیزی آمد براتون میخونم. در اصل دوستان میان اینجا سلام میکنن و ابراز ارادت به شما، از این بابت من هم ممنونم. خب میخواین به اصطلاح درباره مریم قجر، چرا مریم قجر وعده سرنگونی در یک سال آینده را به اعضای اسیر در آلبانی داده؟ البته آقای حسین نژاد توضیح دادن که یک سال هم نیست، بیشتر از یک ساله، چون تاریخی که گفتن به اصطلاح یه وقتی رو معین کرده و ایشون هم توضیحاتی در این مورد داد. به نظر شما چرا این وعده و وعید رو به اصطلاح اعضای باقی مونده داده توی هم؟ بله آقای سربی، اصلش گفته که تا پایان دوره چیز ریاست جمهوری آقای ترامپ رژیم سرنگون میشه. ولی در عالم واقع چند وقت پیش رفته
این نمایش انتخاب مسئول اول بوده و بعدش هم مراسم عاشورا و اینا بوده، تو نشست‌های درونی گفته که در یک سال آینده میره به سمت تعیین تکلیف شدن، شما بیاین تعهد بگید. یعنی تعهد یک ساله را فعلا گرفته. البته این تعهدا همه را جمع کنید تو کاغذ مرغوب ترین کاغذ ببری به سبزی فروشی، یک کیلو سبزی بهت نمیده. اینو بگم، تعهد معهدی که میگیره فقط برای ترسوندن و برای سرکوب کردنه. آقای رزاقی، این ماجرای امسال سرنگون میشه، من رو یاد حرف ملا نصرالدین میندازه که میگن ازش پرسیدن که چند سالته، گفت من 22 سال. سال دیگه گفتن چند سالته، گفت 22 سال. سال دیگه گفتن چند سالته، گفت 22 سال. و هر کی بهش رسید گفت تو آقا همیشه میگی 22 سال. گفت خب حرف مرد یکیه. حالا این سازمان مجاهدین هم ما دیدیم که هر سال اون ماجرای چی میگفتن، سین برای سرنگونی، سفره 7 سینشون 8 سین شده بود و خود اعضایی که باقی موندن واقعا از خودشون سوال نمیکنن یا خندهشون نمیگیره. بذارید بلافاصله من خودم جواب به خودم بدم. اینجا ما آقای غلام ترشیزی رو داریم که دیروز هم رفته بودن مجلس و اینا دل خوش کردن به این نمایندگان مجلس خودفروش که حالا فکر کنیم بعد ایران اینجوری میشه و اینجوری میشه و ترامپ اینجوری میشه. این آقا، من بهش میگم آقا دیگه، آقای فیلابی هم با این کاری که کرد نشون داد که این مرده. چرا شما میگه خب حالا مرده باشه، آقای خیابانی گفته این پرچم رو یکی ور میداره. میگم من که آقای خیابانی رو نمیشناختم و پیروش نبودم، ولی شما اگه پیروش هستید، شما اگه باور دارید به صحبتهای ایشون، پس چرا این مردن، ذلیل شدن، علیل شدن رجوی رو قایم میکنید؟ خب یکی دیگه بیاد این پرچم رو برداره. پس شما به خودتون هم دروغ میگید. و دیگه من نمیخواستم بگم آقا، من از روزی که آقای فیلابی این دروغ رو گفت باورم به ایشون اصلا قطع شد و دیگه اون احترام قبلی رو برای من ندارن. چون فیلابی اینجا معروف بود به یه آدم راستگو، به یه آدمی که خیلی ساده زندگی میکرد. حقیقتا این چیزایی که دربارش میگن اینجا دولت بهش پول میداد و اینها رو من با چشم خودم، چون توی قسمتی بوده که خود من کار میکردن، دیدم. خیلی سخت کار میکرد، چه موقعی که مغازه مکانیکی و پمپ بنزین داشتن، با یه آقای ساواکی شریک بود که خود اینم یکی از به اصطلاح معماهای اینجا بود. چه بعد که آمدن تو کار کامیون و اینها، بدترین و کهنه‌ترین کامیون‌ها رو رانندگی میکرد. بنده خدا شب توی سرمای برف و اینها میخوابید و من فکر نمیکنم کسی به خاطر تظاهر بیاد این کارا رو بکنه. ولی واقعا اون ماجرای عقیده و اینها را ما بهش احترام میذاشتیم، چون دوتا از برادر خانماش با جرثقیل اعدام کرده بودن. اون مشکین فاما تو ایران معروف بودن. ولی دیگه آقای فیلابی، آقا دروغ چرا؟ السیدن، بستن روی اسب، جنگیدن، فلانن. اگه این مرده ببندید، مردش رو استفاده کنید یه بار فروغ جاویدان رو الان دیگه شما کردید واقعا دروغ جاویدان. بفرمایید. این بعضی جاها اصطلاحاتی ما به کار میبریم توی عالم واقع اتفاق میفته و میبینیم. این که میگن از شاخه به شاخه فرجی هست. به این تمامی شیادی و کلاشی رجوی که سواد تحلیل نداشت، رجوی ولی یک حراف خوبی بود. اینه به واقع باید اعتراف کرد، کلاش، شیاد، حراف. یعنی شما حساب کنید، این توی قهوه خونه قدیما مرشدایی بودن که شاهنامه میخوندن و نمیدونم شعر میخوندن، کلی از شعرهای شاعرهای بزرگ حفظ بودن. اینا که لیسانس و نمیدونم دکترای شعرخونی نداشتن، که مردم عادی بودن. ولی قدرت نفت نطق و بیانشون بره. خب ببینید آقای رزاقی، آقای رجوی از 19 سالگی که به این سازمان پیوسته، نه کاری نه زندگی، فقط حرف زده. هیچ همینه دارم میگم، هیچ عملی در کار نبوده، فقط حرف بوده و استاد بیان شده. تازه بیانش هم با اون صدای، نمیخوایم به زنا توهین کنیم، با اون صدای پایین اصلا
یه جوری آدم حالش بد میشه، مخصوصا وقتی اون کلتو میبنده به کمرش و سیگار میکشه و اینا، این حرکاتش مقداری اصلا چندش آوره. بفرم. اون حرکات آقای سوربی، یه بار اینو خواهم گفت، اون حرکات روی سن چندین بار یکی دو نفر از اینایی که از ترکیه و از ایران برداشته بودن آورده بودن، خودشون مواد فروش بودن و خودشون هم معتاد بودن، به خود من مستقیم بودم گفتم ببین الان چایی خورد، خورما را خورد، با تریاج خورده، نیم ساعت بعد روی سن رژه میره و این اتفاقات میفته. اونا ببین آقای سوربی، حالا این بحث باز شد بذار بگم، شما بیاین یه نفری به من نشون بدین که 17 ساعت بشینه حرف بزنه، یه لیوان دومی لیوان ما چایی میخوردیم، خیلی معذرت میکنم 2 ساعت بعد میرفتیم تو صف توالت با میسادیم، این 5 لیوان چایی میخورد، سیگارشو میکشید، 18 ساعت میشست یک علم صحبت میکرد. مگه انسان همچین قدرتی داره؟ این نه ورزشکار بوده، نه باد بیلدینگار بوده، نه درنده بوده، نه کشتگیر بوده، هیچی. دست میدادی بهش، دستش از دست عمه من نرمتر بود. چجوری میشست 17-18 ساعت بعد از ظهر که میشد یه اون تریاک که میداخت بالا نشهش میکرد، رژیم میرفت بسته، شب که میشه ساعت 10-11 و همچنین اتفاقی دوباره میفتاد، هر رافیش بیشتر میشد، از ساعت 10 صبح شروع میکرد تا 5 صبح فردا. کی میتونه این کار رو بکنه؟ الان نمیخوام به این بردازم، ولی واقعیت اینکه تو هر رافی استاد بود و با این هر رافی ها، این چون به صورت آزادم به تلویزیون ها و به خبرها دسترسی داشت، این خبرها رو جمع چیز میکرد میشنید، بعد براش میگفت، این رو تایپ میکردن میخون، بعد میومد در گذشته هرچی اتفاق افتاده، مثلا لومون چی گفت، نمیدونم گاردین چی گفت، واشنگتن پست چی گفت، اطلاعات چی گفت، کیهان چی گفت، نمیدونم روزنامه سلام چی گفت نوشته، شریعت مداری چی گفته، نمیدونم فرانکت چی گفته، اینها را جمع میکرد به عنوان تحلیل، نه به عنوان اینکه ما فکر میکردیم تحلیله، بعد از بیرون نگاه میکنیم اینکه بابا یه حرافی بوده، ته خطش هم میگم من که نمیدونم چی اتفاق میفته، ولی یه اتفاق میفته. آقای رضایی شما یه نکته ای رو گفتین خیلی جالبه، چون من با دوستانی که صحبت میکنم بعضی وقتا راجع به این چیزا میگم، مثلا اینجوری عکس بگیری بفرست برای برنامه، میخندن و میگن آقای سوربی ما اصحاب کهف هستیم و ما 30 سال در غار بودیم. این چیزی که شما امروز گفتید دوستان بیننده یکم بهش دقت کنید، یه نفر میاد یه سری افراد رو از خارج به اصطلاح از دنیا قطع میکنه، ولی خودش توی اتاقی دسترسی پیدا میکنه به تمام روزنامه ها، به تمام خبرهایی که میگذره، وقتی اینها رو میاد به اینهایی که داخل نشستن میگه، اونها هی بیشتر باور میکنن که بابا این یه قدرت فوق‌العاده‌ای داره، یه دانش فوق‌العاده‌ای داره. و خیلی نکته جالبی بود، من تا امروز به این موضوع فکر نکردم. ممنونم از شما که این رو گوش زد کردی. بفرمایید. آقای سوربی مثلا میومد جامعه ایرانو ببین، تو هر جامعه ای، توی اینجا هم هست، حتما آمریکا هم هست، حتما توی ایران هم هستش، کسی منکرش نیست، ببین معتادش هستش، دزدش هستش، کلاهبردارش هستش، مگه نیست؟ اون چیزایی که مثلا رژیم توی الان داخل رژیم ایران اتفاق میفته فعلا رو میشه، مگه میتونم پنهونش بکنم؟ این میومد طوری میگو که انگار خبر یک نفر رفته از چیز داخل ایران، این خبر رو جمع کرده مخصوص این آورده، انگار یا مثلا وصل به داخل ایران مستقیم از اونجا فلان، الو مسعود رجبی فلان اتفاق افتاد، در صورتی که همچین چیزی نبوده، فقط این به خبرها دسترسی داشته. الان میبینیم منم میشینم توی فرانسه تو پاریس، میبینم که توی سایت یه خبری اومد که من فلانی اینقدر بلند کرده، نمیدونم برادر معاون رئیس جمهور دستگیر شده. رجبی حراف بود و روی همین از سوار میشد، میومد وعده میداد
بذار اون سینین که نگفتین تعیین کرد مرحله سرنگونی، نمیدونم پایان رژیم، پیش به سوی سرنگونی، آمادگی، یه سری حرکاتی الان هم شده مرحله سرنگونی، نمیدونم آغاز سرنگونی. با این کلمات ملت رو طوری خروج ممنوع که بود، ولی با این کلمات انگار که مثلا واقعا رژیم سرنگون خواهد شد. آقای رزاقی، دوستمون آقای مهدی راستین نوشتن اینکه یک عضو فرقه رجوی چند نفر از نزدیکانش به خاطر وابستگی به این فرقه مافیایی تروریستی اعدام شدن ربطی به مظلومیت یا به حق بودن این افراد نیست. فکر کنم منظورش به آقای فیلابی و همسر ایشون و خانواده مشکین فام هست. میگن که البته خب مثلا آقای ترشیزی هم بنده خدا داداشاش دو تا یا سه تاشون کشته شدن و اینها، خود به خود این توی ذات ما هست که وقتی میبینیم یه خانواده‌ای مثلا خانواده رضایی که اینقدر معروف شد به دلیل این بود که افراد خانواده واقعا چندین نفرشون رو چه در رژیم شاه است که بعدم این رژیم هم چیز کرد و اون احترامی رو برای خانواده برای پدرشون اینها آورد. البته خانواده رضایی نشون داد که قابل احترام هستن، چون وقتی که انقلاب شد گویا اسلحه داده بودن دست پدرشون که انتقام بگیره و اون گفته بود که فرزندان من نرفتن برای اینکه من امروز بشم مثل اونهایی که دیگران رو میکشن. این رو من شنیدم، تا چه حد درست بوده نمیدونم. در اصل ممنونم از دوستمون این آقای مهدی راستین. بفرمایید. ببین آقای سوری، من به این دوستمون سلام میکنم آقای مهدی، و بذار اینو اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم. کسایی که توی ایران اعدام شدن باعث بانیش رجبیه، یعنی این داد به کشتن و خودش فرار کرد. اگر این کارهای احمقانه را انجام نمیداد، یعنی اون چیزی که ما میگیم گزک نمیداد به دست کسی، آقا یه سری چیزا توی عمومیت گفته نمیشه. رجوی مثلا در مورد 30 خرداد سال 60 میگفت ما قصدمون این بود که بریم مجلس رو بگیریم و اعلام حکومت بکنیم. یعنی شما حساب بکنید اگر به این راحتی رجوی اونجا میگه، ولی توی نشستای داخلی میگه، ولی بیرون که میاد این حرفا رو نمیزنه. توی نشستای داخلی میگه که ما اون 72 نفر بهشتی اینا که توی حزب جمهوری منفجر کردیم، بله انفجار در دفتر حزب جمهوریه، میگه که ما به اسم خشم خلق اینو معرفی کردیم به خاطر اینکه خودمون اینجوری چیز نکنیم که بگیم مسئولیتش رو به عهده نگیریم. یعنی شما حساب بکنید یه سری چیزا پشت صحنه هستش و رجبی هم هیچ وقت نیده مثلا خونپاره زدن در تهران هیچ وقت به عهده نگرفته. عملیات ها را چی انجام داده؟ ستاد داخله. حالا ستاد داخله چیه؟ همون تو عراق بود. یعنی یه سری چیزایی هست که اینها مثلا اگر به لحاظ حقوقی یه حقوقدان یه وکیل یه قاضی رسیدگی بکنه میفهمه که موضوع چی هستش. شاید برای من برای بیرونی اینو بطرح بکنم، اون بیرونی نفهمه که ستاد داخلی یعنی چی، این ستاد داخل کجا بوده. پس در نتیجه اگه اون اتفاقات یعنی که تو ایران افتاد واقعا این به کشتن میده. آره یه چیزی بود تو ایران تو بازی میگفتن من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. شما میگی به این وسیله میخواد این تقصیرها و کمکاریها رو گردن این اون بندازه. بعد از ماجرای اون حمله فروغ جاویدان ما این رو دیدیم و ویدیوهاش موجود هست که به جای این که بگه ما فرماندهان نالایق بودیم و اشتباه کردیم، به اصطلاح اونهایی رو که زیر دست بودن اونها رو میگفت شماها بدکاره هستید، به فکر خوشی بودید و اینها. بذارید، چون در رابطه با این فروغ جاویدان من چند بار صحبت کردم، یکی از دوستان گفت آقای سوربی شما و مهمونهاتون
معمولا مستند صحبت میکنید و یکی دو بار شنیدم که شما گفتید 8 ساعته اینها میخواستن از عراق به تهران بیان و میگه این درستش اینه که گفته بودن 48 ساعته. اگر 48 ساعته بوده و من به اشتباه گفتم 8 ساعته از این بابت عذرخواهی میکنم و تصحیحش میکنم. در هر صورت دیدیم فیلماش هست که خودشون وقتی آمدن تو جاده به دلیل باز نابلد بودن یا ندونستن تکنیک های جنگی و رزمی و ارتشی اینها، خود ماشین ها همدیگر رو بلاک کرده بودن، راه رو بسته بودن، تصادف کرده بودن و این شد که نه 48 ساعت که هیچ وقت اینها به تهران نرسیدن. بفرمایید. آقای سوربی بذار اینجا نمیخوایم که رژیم رو به نقطه پاک برسونیم. ببین همین اعدام ها رو رژیم خودش تایید میکنه، رژیم زیرش نمیزنه، نمیگه که من اعدام نکردم. تا حالا کسی شنیده که بگه من اعدام نکردم؟ حتی اعدام های سال 67 همین بعد از عملیات اون دروغ جاویدانی که تو تهران تو ایران را افتاد، الان نمیگن ما این کاری کردیم. حالا اون میگه 2000-3000 نفر، رجبی میگه 30000 نفر. رژیم که گفت ما کم کشتیم، آقای خمینی خودش اومد گفت ما اشتباه کردیم، کم کشتیم، به این و اون اجازه دادیم، باید فقط حزب رو میکردیم حزب الله و اگر بیشتر کشته بودیم هم الان به اصطلاح دسیسه نمیکردن هم دیگران میترسیدن که بیان وارد بشن. اینو شما درست میگی، اونها اگر کشتن و اعدام کردن پاشم وایستادن و من همیشه امیدوار بودم اونها هم توی دادگاهی محاکمه بشن که متاسفانه نشدن. رفسنجانی رفت، خمینی رفت و احتمالاً دیگران هم الان سنی ازشون میگذره. بله بفرمایید. آقای سوربی یه سری پشت صحنه، گفتم پشت صحنه یه سری اتفاقاتی میفته روبرو اصلا رجوی منکره. مثلا یه نمونهش برگردم به اون بحث قبلی، میگه که اظهارات این بحث شد، اینو یادم افتاد بگم، میگه اینها میگن شیطان سازی علیه مجاهدینه. بعد آقا من میگم که زندانی بودم، کسای دیگه بیش از 500 نفر سال 73 زندانی بود. اگه جرأت دارین، اگه میگه نه این اینجوری نبوده، خب کار نداره که بیان یه مناظره رو در رو اصلا سر همین زندان بذاریم. مریم قجر بیاد، ابیشمچه بیاد، نمیدونم عباس داوری بیاد، اونا که تو داوری و نمیدونم محدثین و اینا که تو دادگاه ما بودن، رجعی ما رو دادگاه میگرد، یا زندانبان همون همین زندانبان هایی که الان سیبیلاشون رو زدن، کراوات آویزون کردن، تو هرسوازن همین شکنجگر و زندانبان های ما تو آلبانی هستن، یه دشون توی اروپا هستن، نمیدونم علی خرخارینا توی نروژه، اشکال نداره بیاین. من با چند تا از دوستامون که زندانی بودیم بیاین ثابت کنیم که زندان، اصلا بریم عراق، مستند فیلم بردار بیاد، از شما هم بیاد، ما هم بیایم بریم عراق ببینیم زندان بود. رجبی نمیتونه این بپذیره. رجبی یه زندان داشت، چجوری بود؟ ابریشمچی عباس داوری میومد اونجا نعره میکشید، آره ما زندان داریم، ما اعدام میکنیم توی اشرف. ولی اینجا نمیتونه بیان بگم. اجازه بدیم به دوستان بگیم که این آلفا سگ شماست و اونم داره شهادت میده. در اصل دوستان فکر نکنن که اشکالی در سیستم هست یا سر صدای هست، روی فیسبوک شما هم اگه نگاه کنن همیشه عکس آلفا بوده. با آلفا بگید یه روزی هم میایم با شما صحبت میکنیم. اول برم زبان به اصطلاح صحبت سگها رو یاد بگیرم، بعد بیام باش با اونم واق واق میکنه. در اصل ممنون. خب بفرمایید، ما با شما هستیم آقای رضایی. اینم میگم ببین توی میگم دو تا صحنه هستش، داخل تشکیلات ابریشمچی آستینشو بلند میکرد، اون یکی سقط شد جابرزاده داد میکشید که آی فیلمای منو بگیرید، ما زندان داریم، اعدام داریم، ابریشمچی دستاشو که زده بود آستیناشو بالا، ما اعدام داریم، زندان داریم، هر کی میخواد هر غلطی بیرون انجام بده. این محدثین میگفت که
متین دفتری و آقای روحانی به ما گفتن هر چقدر میخواین اعدام کنین، اگه صداش در اومد بیرون ما تو اروپا رفر جوش میکنیم. ببین اینی که من نشستم اختراع بکنم این حرف را، این حرفایی که زده شده توی دادگاهی که مرحوم رجبی تشکیل داده بود، زندانی که ما کشیدیم چه کنجای شدیم، شما هم بیاین اینو صحبت کنیم. اگه دروغ، اگه شیطان سازیه، بذار دروغ ما مشخص بشه. من به عنوان کسی که زندانی شدم اگه نشدم اظهار نمی کنم، چون شدم، چون شکنجه شدم روحی جسمی، پس در نتیجه محاکمه شدم توسط رجبی 24 فروردین 94 سه روز، 24 بسمت 26 سه روز ما محاکمه شدیم. خب اگه این هم مشکل نیست برای شما، بیاین ما چرا شیطان سازی بکنیم؟ شما شیطان پیش شما باید لونگ بندازه عزیز من، شما به شیطان چند تا زور زدی. اصلا شیطان اون که اون عربستان اون سنگ گذاشته به عنوان نماد شیطان، فکرم اشتباه کرده، همین رجبی و این سران فرقه را نشون بده شیطان مجسم، شیطان زنده. پس من قبلشم توی عربستان و اون شیطانی که اونجا هستش با اون مشهور شده، ما که نمیدیم الان کجا، چون مفقود القبر خودشم رجبی قبری نداره که نشون داده بشه. پس در نتیجه این دوستانی که میگن ببین همه چیز فرقه رجبی دو تا بخش داره، یه بخشش درونیه یه بخشش بیرونیه. اونجا یه عکس فرستادم آقای سربی با اون جولیانی. بله بله. ببین یکی برای من سوال نوشته بود که آقای رزاقی آیا رابطه سیاسی هستش یا رابطه دیگه میتونه داشته باشه؟ الله اعلم، من که علم غیب ندارم که بفهمم چه رابطه ای دارن، ولی تو هیچ رابطه سیاسی اینقدر دیگه بغل هم دیگه نمیرن. رجبی موقعی که به درون تشکیلاتش میرسه همه زناشون تا زانو مانتو دارن، آستینا بسته، یقه بسته تا زیر گلو، اما پیش آمریکایی‌ها که می اومدن خود تا کمر. از نظر من هیچ مشکلی نداره، کاش مثلا همه بتونن، همه زنا اون وقتا همه بتونن لباس انتخاب آزاد داشته باشن، ولی اونجا که می اومدن خود تا کمر با شلوار. فهیمه رنگ چیز می پوشید؟ بنفش. زهره خیانی رنگ سیاهش می پوشید با پیرهن سفید. برای آمریکایی حلاله، برای داخلش حرامه، نباید ببینن جاشو. ببین این سیاستی که بیرون داره، اینجا شکنجه گراش سیبیلاشون رو زدن، کراوات آویزون کردن، میشه اصلا پاروزن دموکراسی. انگار که دموکراسی فقط اینا کشف کردن. به داخل تشکیلات که میرسه همشون یک باطل هم، پرونده هاشون انگار میبینی چند تا قتل انجام دادن، از ترور گرفته از کشتن اعضا داخل سلولای انفرادی گرفته. آقا تو سلول ما، سلولی که ما بودیم، قربان علی ترابی در دست ما کشته شد یه رو بعد از این که از شکنجه اومد. چرا نمیاد این را میگه که شیطان سازی؟ اصلا شیطان که شما هستین دیگه، ساختن نداره شیطان. بیایم به همینا توی کنگره میگین، توی دادگاه میگین، توی چه میگین مجمع میگین، توی تلویزیون میگین، توی چایخونه میگین، توی کافه میگین، هر کجا که شما اصلا بخواید، یا کمیته حقیقت یا کمیته حقیقت یا. خب آقای رضایی اجازه بدین این دوستون این پرسو که من سوالم اینه، وقتی کسی اسلحه به دست میگیره
قیام مسلحانه میکنه، پس از اون هم میره عراق با دشمن ایران در حال جنگ همکاری میکنه، آیا کسی توقع داره با اینها با ناز و نوازش برخورد کنن؟ آیا در کشورهای غربی اگه کسی به کشورش خیانت کنه و اقدام مسلحانه کنه باهاش با ناز و نوازش برخورد میکنن؟ من از شما سوال میکنم، شما اون موقعی که تو سازمان بودید اینا چی میگفتن درباره این که مثلا با صدام دست بیعت دادن و اینها؟ یعنی کسی بود که احساس کنه بابا این کاری که داریم میکنیم که خیانت، مخصوصا در زمان جنگ؟ ببین آقای صاحب، یه واقعیتی رو بگیم، اونجا رجبی صحنه را طوری میچید، خودش مدعی بود یک ریال از احدی نمیگیره، یک ریال از کسی کمکی نمیگیره، همه چیزش چیز خود به حساب با پول خودشه، خودکفاست، یه سازمانیه که خودکفا هست و کمک های مردمی. راستش بخیر من تو ترددها بیرون میرفتم، تو پادگان های عراقی میرفتم، سلاح می آوردیم، تانک می آوردیم، نمیدونم نفربر می آوردیم، مهمات می آوردیم، حتی مواد غذایی می آوردیم، وسایل تأسیساتی که از انبارهای دولتی می گرفتیم می آوردیم، قطعات خودرو، نمیدونم زلهی پلان اینا. ببین این بین شاید مثلا دو نفر صحبت می شد، سه نفر صحبت می شد، به صورت عمومی نه. باز برمیگردیم به همون محیط بسته‌ای که ایجاد کرده بوده که نه آگاهی داشته باشن نه جرأت داشته باشه کسی. یه واقعیتیه، ما نمیخوام خودمون رو مرد 6 میلیون دلاری رو نمیدونم از این رابین هود حساب جا بزنیم، اونم با تحصیل هست. حتی زمان آمریکایی آیه سور به جالبه، گونی های برنج داده بودن، یه نفر که انگلیسی بلد بود برام خوند اونجا، گفت که نوشته اینها قابل فروش نیستن، با پرچم آمریکا، نمیدونم روغن نباتی حلبی بود پرچم آمریکا، مرگ میدادن همین نایلونش پرچم آمریکا بود. بعد مژگان پارسایی اومد گفت که ما یک چوب کبریت از آمریکایی‌ها نمیگیریم، برنج جلو ما بود، روغن جلو ما بود، مرغان توی چیز دیدیم آشپزخونه، میگو ما یه چوب کبریت از آمریکایی ها نمیگیریم. خب درست گفتی، چوب کبریت لازم نداشتن ولی مرغ و برنج لازم داشتن. این همین همین زمان صدام هم چیز میکردن، میگفتن، میگو که ما این سلاح ها را یه بخش رو خریدیم یه بخش رو امانت گرفتیم، در صورتی که تمامی اون که آقای سوربی شاید باور نکنید ما توی کمپ تیف دیدیم توی تلویزیون ها، تازه متوجه شدیم که رجوی در ازای هر ماه 30 میلیون دلار پول میگرفت. بله آقای حسین نژاد در رابطه با کوپنهای نفت و اینها صحبت کردن بود. ما از تلویزیون های همین آمریکایی و تلویزیون ایرانی در آمریکا و انگلیس دیدیم که رجوی معامله نفت داره انجام میده، قاچاق نفت انجام میده، پول نقد گرفتن که روی همین مخابرات الان خودش فیلم برداری کرده. این دوستانی که میپرسن منابعش کجا بوده، برن اونجا تو یوتیوب هستش. آره جالبه که اون فیلم ها بعد از این که صدام سرنگون شد و آمریکا حمله کرد و اینها روی یوتیوب آمده و حتی توی اون میتینگ ها چونه میزنن که حالا اگه میشه به ما بیشتر بدید ما بیشتر خدمت کنیم و اینها. آزا آقای صاحب اگه یادتون باشه من اینجا یه بار گفتم به ما دستور عمل جوراب پوشیدن میداد، جوراب پای راست و جوراب پای چپ پوشین که سوراخ نشه، سوراخش چیز بشه. آقای رضایی اگه لطف کنید بعد از برنامه، چون امروز قرار است که شما به اصطلاح بعد از برنامه شما یه ویدیو ما نشون بدیم، لطف کنید این لینک های این فیلم هایی رو که بعداً اومد روی یوتیوب روی این دوتا فیسبوک ما بذارید، ممنون میشم ازتون. اونایی که نشون میده سازمان به اصطلاح وزارت اطلاعات صدام به اصطلاح دوربین جاسازی کرده بوده از اینها، فیلم برداری و اینها موقع حمل و نقل پول، موقع تحویل دادن پول، موقع جلساتی که اینها فکر میکردن که خیلی مخفیانه است و مخفیانه بود تا اینکه به اصطلاح افشا شد. خب
میخواین درباره عاشورا صحبت کنید؟ چون این بله بفرمایید. وقت کمی مونده در رابطه با اینم یه صحبت کوتاهی بکنم، چون مریم قجر رفته توی آلبانی یه کلاشی دیگه راه انداخته، پرچم برداشته، نمیدونم عهد پیمان با حضرت ابوالفضل امام حسین و فلان چیزا. اولا این کلاشیه، اون پرچم که رو دوشش گرفته این همون زمان شعیه غازیه که زمان حضرت علی گفتن که برانا را سر نیزه بزنن تا این لشکر حضرت علی از جنگ بادرن. یه فریبکاری بود، این همون فریبکاری مریم قجره و رجبی انجام میده. آقای سربی، بینندگان عزیز، تو هر مراسمی که توی هر سال توی اون اردوگاه ها قرار میگیره برگزار میشد، رجبی چنان نعره میکرد یا عبدالله حسین یا حسین یا حسین که ما میگفتیم الان ولش کنیم میره رژیم سرنگون بکنه. آینا یعنی طوری از احساسات مذهبی و اون عواطف مذهبی و اون عقاید انسانی اون از طوری استفاده میکرد که گویا تنها کسی که رهرو امام حسینه فقط رجبیه. و جالب اینجاست که یه سری در چیز باقرزاده، اردوگاه باقرزاده، نشستایی گذاشت به نام سیتیزن، سیتیزنشیپی، و کسایی که از خارج اومده بودن پاسپورت‌های خارجی اینا داشتن، گفت که شما همتون بیاین اینا را به ما تحویل بدین، تو نامه بنویسین که ما منصرف میشیم و توف کنیم به این سیتیزنشیپی و به این پاسپورت‌های اروپایی، با من پناهنده بشیم به امام حسین. من پناهنده امام حسینم. و اومد یه عده نوشتن دادن، نمیدونم خودشم ادعا میکرد که فقط اینجا پناهنده حسین، حسینم نگو صدام حسین، امام حسینش سو استفاده میکرد، پناهنده صدام حسین. تا اینکه یه جای رسید قبل از اینکه عراق ترقی در بشه، ما فهمیدیم که ایداد بیداد آقا که رفته تو سوراخ موش نیست، خانمم با شوهر سابق پاسپورتای با دی همراه 200 نفر پاسپورتای خارج کشور رو برداشتن، اروپا رو برداشتن، یاری در رفتن اروپا. یعنی ببین کلاشی صف نداره توی این فرقه، سران فرقه، توی شامرتبازی، توی کلاشی، توی دروغگویی، توی فریب دادن، توی هر صحنه رو سعی میکنن ازش یه بهره برداری بکنن. عید میشه یه جوری، چهارشنبه سوری میشه یه جوری، سیزده به در میشه یه جوری، عاشورا میشه یه جوری. اینی که الان پرچم رو دوشش میگیره توی آلبانی خانم مریم قجر، همونیه که توی باقرزاده رجبی پرچم قرمز که روش نوشته بود یا حسین داد به مریم قجر. یعنی ببین چه شامورتبازی، چه سوء استفاده میکنن. سران فرقه، خود فرقه، اون مرحوم رجبیش تا اون افرادی که اونجا این بدبخته را اسیر نگه داشتن، ذره با راه روش امام حسین سنخیتی ندارن. اینها از امام حسین سوء استفاده میکنن، اینها از مراسم های ملی مذهبی سوء استفاده میکنن. کسی که مدعی بود باید پناهنده بشیم به امام حسین، آقای صاحبی یه عزیزی هستش اون چو اشرف نباشد تن من مباد. بله بله. خب تو خاک عراق بودی، مگه اونجا شعار نمیداد جی نمیدادن که ما نحن انصار الحسین، هنا هنا ارض الحسین نحن انصار الحسین؟ پس چرا از اونجا فرار کردیم؟ قبل از اون چرا مریم قجر فرار کرد؟ اگه شما پناهنده امام حسین هستین، اینقدر امام حسین پرست هستین، اینقدر امام حسین راه روشش، کجا امام حسین فرار کرد؟ این میاد چه استدلالی میکنه؟ استدلال سوء استفاده رو نگاه کنید. میگه چون یاران امام حسین در اقلیت بود، یاران یزید در اکثریت، پس ما رهرو امام حسین هستیم. پس اینجوری حساب بکنی، کسایی که در اقلیت هستن در یک کشوری، پس اونا به حق هستن تا اون اکثریت. یعنی یه استدلال سخیف،
یه استدلال شیادانه، یک کلاشی، یک کلاهبرداری از مراسم عاشورا. کجا این خیلی معذرت میخوام، این ملعون ادعا داشت که مریم قجر فاطمه زهراست. بعدش هم عاشورا میشد میگفت که زینبه، پرچم عاشورا را به دوش داره، یه پرچم داده بود دزده. همون ادا حضور را رفتن تو آلبانی انجام میدن، برش سوء استفاده، برن نگه داشتن اون بعد نگونبخت ها توی آلبانی. و اینم بگم آقای صاحب، اونجا یادم رفت یه اشاره بکنم، این وعده یک ساله به خاطر دو تا موضوع مهمیه که اینو باید حتما بگم، یه دو سه دقیقه به من اجازه بدین. یکی این که تو این یک سال مریم قجر میخواد این افرادو از اون مرکزی که توی شهری که هستن تیرانا، پایتخت آلبانی، از اونجا منتقل بکنه به یه اردوگاه. آره، میخوان از اون ساختمونا و آپارتمانا به یه قرارگاه گویا متروکه ارتشی برن، ولی دولت گویا موافقت نکرد. نه، مریم قجر اصلا رفته اونجا، اونجا پول بده حکومت بکنه، این که چیز نیستش. دو تا موضوع مهمی هستش، به خاطر ترس از حضور خانواده ها. یعنی مریم قجر میدونه که دیر یا زود پای خانواده ها به آلبانی باخت خواهد شد، و برای اینکه دوباره اینها را تو اون حصار نگه داره و اجازه نده که خانواده ها حتی خیابون اینها را ببینن، در نتیجه تمام تلاش خودشو میذاره که گذاشته که اونجا تو آلبانی این اردوگاه رو برپا بکنه. یعنی این یک سالی که گفته شما پرسیدی، این یک سال یعنی تو این جدول زمانی باید این اردوگاه درست بشه و اینها منتقل بشن اونجا، از ترس یکی جدا شدن و از ترس حضور خانواده ها. این نکته مهمی بود که متاسفانه یادم رفت اشاره بکنم تو اون بحث قبلی. و مریم قذر اون تعهد یک ساله را گرفته به خاطر این بوده که دوباره با دست خودشون ببره اونجا تو اون اردوگاه، اونجا نمیدونم بنگال بسازن، خونهای پیش ساخته، نمیدونم بلوچی بسازن، آسایشگاه بسازن، نمیدونم جذبر کشی بکنن فلان، دوباره همینا را بریزه همه را یک سر اونجا سرهم بکنه، تا اینها یکی این که نتونن، چون ریزش زیاد شده توی آلبانی، نتونن جدا بشن، و از اون طرف چون میدونه دقیقا، ببین نشسته خیلی خوب کرده، این شامه ضد انقلابیش، شامه ضد مردمیش، شامه ضد بشریش خیلی خوب کار میکنن، میشینن فقط این به اینا بگیرن که چجوری راه حضور خانواده ها را، حتی خانواده ها فردا اومدن اتفاقی نمیفته. پس در نتیجه چی میشه؟ اینها را جمع میکنیم بر اونجا که نتونه خانواده ها اینا را ببینن، چون الان مینیموم رفت آمده را که توی شهر دارن ممکنه رو در رو بشن، ممکنه خانواده ها عزیزاشون را ببینن، به خاطر که اینو قطع بکنه، به خاطر که این راه را ببنده، دو تا موضوع جدا شدن، چون جدا شده هایی که توی آلبانی هستن کسای دیگه میبینن که اینا دارن زندگی عادیشون رو دارن، آزاد زندگی میکنن، اونها به اینا میپیوندن. در نتیجه برای جلوگیری از این دوتا موضوع، دقیقا مریم قجر رفته نشسته توی آلبانی که به این به حساب مقصد برسه، اونجا خرج خواهد کرد، کم هم ندارن، تا دلتون بخواد دلار دارن، دلارهای عربستان و سعودی هم که الان سرازی شده، حمایت هایی هم که امریکایی ها و عربستانی ها از فرقه رجعی میکنن، فوشش این که یه سفارشی بکنن به مثلا رئیس جمهور آلبانی به اینا امتیاز بده، اونم خواهد، چون بحث پوله، نمیدن به وزیر وزارت داخلش اون فلان اینا. پس در نتیجه میریم به فرقه رجعی، میریم توی آلبانی به سمت بسته شدن بیشتر. بله، این منظور مریم قجر بیشتر اون تعهد یک سالش به خاطر این بوده. منظورتون از ریزش، برای دوستانی که نمیدونن، این اصطلاحی که تو سازمان استفاده میشه، جدا شدن اعضای سازمان رو
میگن ریزش افرا. در صورت ممنونم از شما و باز دوستان اگر سوالی دارن این برنامه ها روی فیسبوک میمونه و شما اگه بپرسین دوستانی مثل آقای بیدی، مثل آقای رزاقی، آقای حسین نژاد، آقای کرمی و دیگران به شما پاسخ میدن. و یکی از محاسن این دوستان این بوده از روز اولی که این برنامه رو شروع کردن درست برعکس سازمان مجاهدین که خود گویند و خود خندند، اینها نظرات شما رو هم میشنوند، پرسش های شما رو میدونن، قبول میکنن، اگر جوابشو بدونن بهتون میگن، اگه نه میگن نمیدونیم یا میریم تحقیق میکنیم. از شما ممنونم آقای رزاقی، اگه صحبتی دارید بفرمایید. دنباله برنامه امروز این فرصت کانون آقا شما در اختیار من گذاشتین که بتونیم حداقل این سر موضوعاتی که اتفاق افتاده و به صورت جزئی اشاره بکنم و اگر سوالی چیزی هستش باز در برنامه آینده اگه موفق شدیم شرکت کنیم پاسخگو هستیم، در خدمت دوستان هستیم. بسیار ممنونم، امیدوارم در برنامه آینده با شما باشیم با خبرهای بهتر. خیلی ممنون از شما، آخر هفته خوبی داشته باشیم. همه هموطنانمون که تا این یه ساعت ما رو تحمل کردن، خیلی ممنون، مرسی. دوستان عزیز، با آقای محمد رزاقی بودیم، ایشون قبلا هم در برنامه های تلویزیون مردم بودن، ویدیوهاشون موجود هست و اگر از فیسبوک تماشا میکنین این ویدیوی بعدی رو که یک گروهی تحقیقی کردن درباره سازمان مجاهدین چجوری توی پاریس این کارا رو میتونه انجام بده، از اون خودسوزی ها، از اون برنامه درگیری خانم رجوی با پلیس فرانسه، از ماجرای اخراج به اصطلاح رجوی چرا از فرانسه اخراج شد و اینها، این رو بهتون نشون میدم. و این برنامه هم هر روز تا جمعه هفته آینده از تلویزیون مردم پخش میشه. شما هم از هر سازمانی، هر گروهی، مخصوصا سازمان مجاهدین میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و آقای رزاقی هم به خوبی به سادگی شما رو به چالش کشید، گفت شما که میگید ایشون سواد نداره، ایشون یک نفره بیاد، شماها برین چند تا از رئیس رؤسای قبیله رو بردارین بیان صحبت کنید و قضاوت رو به مردم واگذار میکنید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. همونجوری که گفتیم برنامه رو پی میگیریم با یه ویدیوی 50 دقیقه‌ای و ویدیوهای دیگه هم هست که همه این ویدیوها روی وبسایت کانون آوا به اصطلاح میتونه در دسترس شما قرار بگیره. با هم باشیم، مرسی.